در کل شمای پروسه شفاف انتخابی و عادلانه خواندین در هر پایتان. پس میشه بگین که میزان مشارکت او نهادهایی که فعلا در معینیت امور جوانان البته از طریق وزارت عدلیه که ثبت بودن اونا پذیرفتن و اوج هم ثبت شده چند نهاد است؟ یک طرف سوال و دوم کسایی که شرکت کننده بودن و اینا را انتخاب کردند زمینه ازیره و ای را شما سری هم خواندین و ای که چاپ کردن ورق رایدهی را به اینا این همه را توسط کی و با چقدر مصارف شما انجام دادین؟ البته البته هدف از سری بودن ای است که ما شما پروسه های انتخابی را می فهمیم که اشکال مختلف داره که یکی از اشکال او انتخابات سری است، به این معنا که هر کس میتونه کاندید مورد نظر خود که اونا خواسته باشن اونا را انتخاب کنن و بالاخره برای از اونا اعتماد دارن که اونا انتخاب میکنن. البته ما در پروسه های انتخاباتی از امو امکانات که ما خود ما داشتیم چی نوع امکانات؟ مثلا میبینیم ما شما که این پروسه مصارف گزافه نداره، مثلا بیشترین مصارف اگر داشته باشیم مصارف قرطاسیه خواهد بود، چون ما قرطاسیه داریم از این استفاده شده. و مسئله دیگه که شما برزو اشاره کردین که بچی تعداد نهادها در این اشتراک کرده، تمام نهادهایی که اونا ثبت و رجستر وزارت محترم عدلیه بودن از طریق اعلانات مکرر که از طریق دقیقا شما واضح ساختین، میشه مشخصا جواب بدین که چند نهاد اشتراک کردن تا 106 جوان از او انتخاب شد؟ این 106 جوان در مجموع تنها از ولایت کابل نیستن، ای در شما اضافه کردین که 30 نفر از ولایت کابل است، ما دقیق شد؟ بله، ما اگر به ارتباط نهادهایی که در کابل بودن و اونا ثبت و رجستر وزارت عدلیه بودن و در معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ هم ثبت و رجستر شد، بیشتر از 70 نهاد بودن. آیا در 70 نهاد چقدر عضو جوان وجود داشت که اینا با جوانان کار میکردن و دقیقا این نهادها که دوجه ثبت شده بودن آیا واقعا به حمایت از جوانان کار میکردن و یا ایست که به شکل نمایشی نهاد جوان گفته میشد؟ چون ما امروز خبر از 70 نهاد نه بلکه از 5 نهادی نداریم که به جوانان کار بکنن. البته در عمل ببینین ما شما اگر واقع بینانه قضاوت کنیم ای که فرمثال کدام نهاد به چی تعداد اعضا داره، این مسئله است که اگر ما در این میز یکی از اعضای امین نهاد می داشتیم و اونا جواب می گفتن منتها مسئله ولی شما که شما به عنوان مسئول البته نهاد چک کرده ثبت بودنش با وزارت عدلیه دیدین باز را اجازه از ایره دادین تا کاندید مورد نظر خود در شورای عالی جوانان داشته باشه؟ ببینین این مسئله طبیعی است وقتی که یک نهاد اجتماعی اونا می خواهند که فعالیت های اجتماعی را داشته باشند، طبیعی است که اون موارد قانونی از او در وزارت عدلیه سپری میشه و وقتی که سپری شد اگر مفعالت های از اونها مورد تایید وزارت محترم عدلیه بود، البته اون میارهایی که به خاطر ایجاد یک نهاد اجتماعی تعیین شده اون میارها را اگر اونا داشتن طبیعی است که وزارت محترم عدلیه بر از اونا جواز قانونی فعالیت عطا میکنه. هر حال با شما وقتی که آقای افغان جناب فرهنگ شما چی فکر میکنین آنچه جناب افغان به صفت رئیس دارالانشای شورای عالی جوانان و در ضمن به صفت رئیس حمایت های حقوقی وزارت اطلاعات فرهنگ ذکر کردن در شرایط فعلی افغانستان با در حدود امکانات وزارت محترم اطلاعات فرهنگ آیا امکان پذیر هست که میتونه یک زمینه فراهم شده باشه تا 106 نفر انتخاب شود؟ با سلام خدمت بیننده تلویزیون شما، ما قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم می‌خوایم که مقدمتا ایر اشاره بکنم که افغانستان یک کشوری هست که بیشتر از 3 دهه جنگ پشت سر گذاشتنده و یا دقیق‌تر گفته میتونیم که جوانان افغانستان یک نسل قربانی هستند و از طرف دیگر چون جوانان میشه گفت که پتانسیل در یک کشور هست و همچنان انرژی حرکی یک جامعه به حساب می آید و باید بیشتر به این قشر توجه شود. خب
چنانچه آیه اخوان گفتن. من فکر میکنم که این شورا زیادتر شکل تشریفاتی رو داره و کار از پیش برده نمیتونه این شورا، به خاطر ای که کار برای جوانا کار بنیادی و اساسی نیاز هست، نه یک ما یک شورا رو بسازیم و چند پروژه هم از این طریق بگیریم و شاید یک تعداد کسایی که از بیکاری یک تعداد نهادها را ساختن و شاید همین تعداد نهادهایی که ساخته شدن به خاطر گرفتن پروژه و امثال هم ساخته شده باشه و اونا بیاین در این شورا و باز هم از این شورا هم یک وسیله سوء استفاده جور بکنه. خب ما خود ما به عنوان یک جوان زیاد خوبی نیستیم ادامه شورا، خوشبین نیستین البته، بخاطر اینکه چرا به شما گفتم که اولی که افغانستان یک کشوری هست که بیشتر از 3 دهه جنگ پشتر گذاشته، یعنی شما خوشبین فقط به خاطر از این هستین که کار بنیادی در شورا با جوانان صورت نگرفت؟ نه اصلا خود این شورا، ما زمانی که وزارت امور جوانا در ساختار حکومت جور شد ما خوشحال شدیم که واقعا نیاز هست در جامعه. جوانا گفتم که انرژی حرکی یک جامعه هست، جوانا آینده ساز یک کشور هست، ما فردای یک کشور بستگی به رشد و بالندگی جوانا داره و یک وزارت 100% نیاز بود و ما این حکومتی که این ساختار عریض و طویلی که داره، خب یک وزارت جوانان هم این را چی نمیکرد، پهنای زیر زیاد نمیکرد. این وزارت جوانان باید می بود، در این آدمای مدبر باید در رأس کار قرار داده میشد، برای جوانان کار میکرد و ما یک پالیسی دقیق و یک استراتژی دوامدار باید ساخته میشه که چگونه برای جوانا کار کنه. یعنی این چیزی که ساخته شده دوامدار و دقیق نیست؟ نه، ما از صحبت آقای افغان که به عنوان یک مسئول از وزارت اطلاعات فرهنگ آمده، ما همه گپای از اینا را شنیدم و انشالله که در جریان کارای اینا هم در آینده قرار خواهد گرفتیم و یک روز باز هم شاید سر خوردیم و نتیجه کار میبینیم. ما از امیال میگم که این کار نتیجه نخواهد داد، چون ما مشکلاتی که فرارای ما هست بالاتر از این هست که ما یک شورای نمادین بسازیم و او شورا را مسئول حلال مشکلات جوانان. این یک کار مقدماتی خوب هست به عنوان یک شروع، ولی آقای کرزی در اول که وزارت امور جوانان ایجاد کردن، ما همه جوان ها خوشحال شده بودن از این کار و او کار اگر ادامه پیدا میکرد شاید خیلی مشکلات جوان ها حل میشد. جناب فرزام، شما آنچه را آقای افغان اشاره کردن به صفت یک جوان چقدر برای خودتان مفید میبینید؟ اساسا میخوایم از اینجا شروع کنم که ما معتقد به توانایی جوان ها در جامعه هستیم و جوان ها هم یک گروه یا یک قشر وسیع از جامعه را تشکیل میده، البته با خواست های متفاوت از دیگر اقشار جامعه. جوان ها معمولا خواست هایش شاید میتونم بگم که فراتر از خواست هر قشر جامعه است. میخواین از نگاه اقتصادی، از نگاه وضعیت یا شرایط روز وضعیت خوبی داشته باشند. ما اساسا معتقد به ایستم که هر حرکت میتونه در ذات خود خوب باشد. حرکتی که منیت امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ ایجاد کرده، اگر واقعا صادقانه کار شود میتونه دستاورد خوبی برای جوانان. چی نوع کار صادقانه داشته. شما میخواین از منیت امور جوانان؟ البته روان شناسا میگه که هر رای یا هر حرکتی که زمانی میکنه باید هدف وجود داشته باشد، باید هدف برسه، یعنی هدف باید مشخص وجود داشته باشد تا ما برای رسیدن به یه هدف از راه های معقول پیش بریم تا به اون هدف برسیم. حالا منیت
امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ هم به خاطر هماهنگی، به خاطر از بین بردن مشکلات جوانا یه حرکت را ایجاد کرده و ما شخصا خودم خوشبینیم از این. خوشبین هستیم. به هر حال آقای افغان با شما برمیگردم. آنچه را اشاره کردین اگر با اضافه